محمد ظریف حسینو مثل اکثر مهاجران چند مراتبه به قول توکل کرده به روسیه رفت. گاهی برای سندهای بود و باش جریمه می شد و گاهی کارفرما پولش را نمی داد. در دولت روسیه حجتگذاری کین است. راه ورود غم اتیان، میلیسو غم اتیان. مشکلی حجتگذاری از یک طرف، نقض حقوق از طرف دیگر کار و زندگی مهاجران را مشکل کرده است. محمد ظریف دفعه آخر توسط اگنتی با کارتامین کنی در خارجه به مهاجرت رفت تا دچار مشکل نشود. به ترکیه رفت و در منطقه های سیاحی کار کرد. در آنجا ما را به مولت دو روز برده حجت گذاری کردن، همش از طرف خودشان. بعد دو روز پس ما را به کار گرفتن. در آنجا خورد و خوراک همه از طرف خودشان، یعنی به یگان مشکلی ما دچار نشدیم. مهاجران مهنتی دفاع میکنند. مسئولان وزارت مهنت و مهاجرت میگویند آنهایی که توسط شرکت ها به مهاجرت می روند کفالت های اجتماعیشان بیشتر است. در رفت پیش آمدن مشکل به مانند نپرداختن مزد مهنت یا سندهای بود و باش شرکت موظف است آن را حل کند. در صورت نپرداختن سری وقتی معاش آنها نمایندگی ما با این شرکت ها یعنی نامه می نویسد و در رفت کارها این مزد معاشی که سری وقت پرداخت کرده نشده است برگردانده می شود. سال گذشته توسط اگنتی تامین کار در خارجه و شرکت های با کار تامین کنی بیشتر از 2100 نفر به کشورهای ترکیه، پولشا و روسیه به مهاجرت رفتند. در یکونی ماه امسال علاقه بیش از 1000 نفر خواهشمندان به این نهاد حجت سپردند. امسال به غیر از کشورهای ترکیه، روسیه و لهستان همچنین به امارات متحده عرب، بلاروس و قزاقستان هم خواهشمندان را به کار می فرستند. مسئولان می گویند خواهشمندان کار به لهستان و ترکیه بیشتر است، ولی نبود نمایندگی لهستان در تاجیکستان تا جای این روند را مشکل کرده است. получают визы рабочие в Турцию, нам очень легко с турецкими. Мы бо ҳамкорони туркамон мушкил надорем. Коржиёни мо аз Тоҷикистон берун нарафта, раводидро дар муддати 10 рӯз мегиранд. Лекин барои раводиди Лаҳистон онҳо 2 ҳафта ҷавоби консулгариро интизор мешаванд. Ҳар як ки онҳо баъди 2 ҳафта боз бояд барои гирифтани раводид ба Тошканд раванд. Заявления о выдаче национальных виз. در برابر اگنتی تامین کار در خارجه باز 15 شرکت خصوصی به تامین مهاجران با کار در خارج کشور مشغولند. اگرچه مهاجران پیش از رفتن با شرکت شرنامه می بندند، بارها خبرهای فریب خوردن آنها رسانه‌ای شده است. مدینه خدانظرآوا یکی از آنهایی بود که می گفت در عربستان سعودی حقوقهایش پایمال شده و مورد اذیت قرار گرفته بود. گپی موی خیلی نبود. ما اینو گفتن که یک سال تا موی مایا. من باید کار میکردم خونه میرفتم می اومدم. نیک شما ایجابا دو سال شما مرا گفتم فریب داده. مسئله سیما همین بود با صاحب خونه. کی صاحب خونه اوش گپش دیگر شد. کی نه تو میشینی دو سال کار میکرد. مسئولان دولتی میگویند کارجویان باید توجه کنند که روادیدشون کتگوریای دی باشد. وگرنه با دادن روادید سیاحی می توانند از جانب برخی شرکت های کاری فریب خورند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.